أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بحثی که به حول و قوه الهی آغاز شد پیرامون عواملی بود که سلامت خانه و خانواده را تهدید می کند. آگاهی بر این عوامل و این نکات از ضروریات هر انسانی است. مردان باید این نکات را بدانند، زنان باید به این نکات توجه داشته باشند که نکند بعضی از این عوامل در زندگی ما باشه و خدای نکرده باعث سردی خانه و خانواده ما شود. تا به حال به بعضی از این عوامل اشاره شد. عرض شد اول سست شدن باورهای مذهبی بود، دوم عدم آگاهی با اصول مشترک زندگانی بود، سوم دروغگویی و عدم صداقت در زندگی بود، چهارم دخالت دیگران در امور زندگانی انسان، پنجم عدم قناعت و کثرت طلبی بود، ششم اختلاف فرهنگی بین زن و شوهر، هفتم ناتوانی جنسی بود، هشتم عدم فرزند و نازایی، و نهم هوسرانی های که توسط مرد یا زن انجام می شود. اینها باعث تزلزل زندگی می شود، باعث فروپاشی خانه و خانواده می شود. حالا دهم، بهانه گیری های بیجاست. بعضی وقتا در میان خانه و خانواده بهانه گیری آغاز میشه. اولا من اینو باید عرض کنم، در ضمن مباحث سال گذشته هم به عرض عزیزان رسونده شد که انسان نمیتواند همسری که 100% مطابق میلش باشه پیدا بکنه. یه چیز روشنیه، برای اینکه سلائق مختلف است، سلیقه ها ذوق ها مختلف است، در هر سر یک شوری نهفته، هر کس یک ایده ای داره. ما نمیتوانیم دو نفر پیدا کنیم که 100% مثل هم فکر کنن، 100% مثل هم بخوان زندگی بکنن، محاله. پس وقتی این چنین چیزی محاله، همسری که 100% مطابق میل انسان باشه زیر این آسمان که بود پیدا نمیشه. میگن اگر 60-70% با هم توافق داشتید، 80% توافق داشتید، خدا رو شکر کنید. اما نسبت به اون 20% دیگر، نسبت به اون 30% دیگر، باید راه بزرگواری، عفو و گذشت در زندگی شما باشه. بگذرید اونا رو دامن نزنیم، که اگر دامن زدیم باعث بدبختی خانه و خانواده میشه. اگر محبت و رأفت و گذشت در زندگانی بود، انسان دیگه دنبال بهانه‌گیری نمی‌گرده. ولی بعضی وقتا می شود که در محیط خانه بهانه‌گیری‌های شروع میشه.
این بهانه‌گیری ها گاهی از جانب مرد و گاهی از جانب زن. این بهانه‌گیری ها خیلی خطرناکه. علمای اخلاق میگویند واقعا برای یک زندگانی بهانه‌گیری یکی از عوامل مخرب این زندگانی است. روانشناسان روز هم به این نتیجه رسیدن که این بهانه‌گیری ها یه چیزای کوچیکیه، اما در واقع خیلی بزرگه، ضربه بزرگی به خانه و خانواده میزند. مثلا مرد چه بهانه میگیره؟ گاهی وقتا شده وارد خانه میشود، میگه این چیز چرا اینجا گذاشته شده، غافل از این که خب این زن از صبح زحمت کشیده، در طول روز کار کرده، تلاش کرده، حالا فرض کنیم یک چیزم سر جاش نبود، بهانه میگیره میگه چرا اینجاست، یا بهانه میگیره چرا لباس اینجا افتاده است، این فرش رو چرا اینجا گذاشتی، چرا اینجا کثیفه، مثلا چرا نهار را دیر حاضر کردی، چرا غذا شوره، در حالی که گاه وقت غذا شورم میشه، گاه وقت غذا بی‌نمکم میشه، اما طرف چون بهانه‌گیر هست هی دنبال بهانه میگرده، چرا فلان غذا را تهیه نکردی، یا چرا امروز مثلا سر سفره سبزی نداریم، چرا روغنش زیاد کردی. ببینید از این قبیل بهانه‌گیری ها در خانه اگر باشه ممکنه در اون اوائل زن تحمل بکنه، ولی در دراز مدت باعث میشه که زن هم عکس العمل از خودش نشون بده و مرد عاقل دنبالی بهانه‌گیری نمیگرده ها. بسیار با محبت میتونه حرفش بزنه، فرض کنید سر سفره غذا نشسته، غذا یک کمک شور شده، به جای اینکه بهانه گیری کنه غذا رو نوش جان میکنه، بعد میگه خانم دست شما درد نکنه، زحمت کشیدین، اما فکر میکنم که امروز یک کمکی غذا چی شور شده، هم مؤدبانه گفت هم مطلب را به طرف فهمون، میگه چشم انشالله سعی میکنم که از این به بعد غذا شور نشه. خب ببینین گفتن چقدر اثر داره ها. عکس قضیه هم همین جوره، بعضی وقتا خانم در خانه بهانه میگیره. امان از بهانه گیری خانم باز. ما یکی از آشنایان هست، این بنده خدا حقیقتا جرأت نمیکنه چیزی به خانه بخره ها، اصلا امکان نداره که بره همو بهترین بگه، قسم میخورد میگفت خدا شاهده که من وقتی میرم که حبوبات بخرم، مثلا نخود و عدس و لوبیا و اینا، میرم به مغازه دار میگم آقا جان قصه پولش نیست، بینی و بین الله هم بهترین نخود بده، بهترین عدس بده، بهترین ماش رو بده، اینا رو میگیرم میارم خونه، الا بلا بود خانم ایراد میگیره، میگه چی ماشایی که گرفتی، این چی نخودی که گرفتی، این چی برنجی که گرفتی، تو اصلا قبول نمیکنه، همش ایراد میگیره، بهانه گیری میکنه. اصلا یک مرض ها از نظر روانشناسی، یک نوع مرضه که انسان هی میخواد بهانه گیری بکنه، یا گاهی اوقات بهانه گیری میکنه چرا دیر آمدی، ساعت یک مخواسته بیه، چرا ساعت یک و نیم آمدی، خب دنبال بهانه. این بهانه گیری ها کوچیکه اما خیلی باید مواظب بود. خب فرض بفرمایید این خانم که میخواد این بهانه رو بگیره، باز میتونه به شکل مؤدبانه این رو مطرح بکنه، بگه آقا دست شما درد نکنه، زحمت کشیدید، اینا رو تهیه کردید، اما فکر میکنم این ماش ها یک کمکی ریز نیست به نظر شما، از خود آقا سوال میکنه ریز نیست به نظر شما، اونم نگاه میکنه میگه ببخشید الله اگه ریز انشاءالله دفعه دیگه درشتر میگیرم، یا اینکه میگه بابا حالا که ریز بود دیگه از این بهتر پیدا نمیشد. ببینیم مؤدبانه و محترمانه میتوانن حرفشون رو به هم دیگر بزنن، و الا این بهانه گیری اگر از روی عناد باشه، از روی ترشرویی باشه، این ایجاد عقده میکنه و در دراز مدت برای انسان مشکل میسازه. این مسائل ریزیه ها خیلی پیش پا افتاده به اصطلاح، اما در واقع خیلی بزرگه. من یک مقدار این بحث رو از نظر روانشناسان روز خدمت شما بعضی مطالب رو عرض کنم.